مادر همه بمب ها، هیولای در زرادخانه ارتش آمریکا. مهمات عظیم انفجار هوایی GBU-43 بی یا به اختصار موئب با نام مستعار مادر همه بمب ها نیز شناخته می شود. این بمب هدایت شونده بسیار قدرتمند توسط آلبرت الوای مورتز از آزمایشگاه پژوهشی نیروی هوایی برای ارتش آمریکا ساخته شده است. GBU-43B برای نخستین بار در سال 2003 آزمایش شد. در زمان توسعه گفته میشد که مادر همه بمب‌ها قوی‌ترین سلاح غیرهسته‌ای در زرادخانه آمریکا میباشد. نام مستعار مادر همه بمب‌ها از گفته صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق که جنگ در خلیج فارس را مادر همه نبردها عنوان کرده بود الهام گرفته شد. مادر همه بمب‌ها برای نخستین بار در 13 آوریل 2017 یک حمله هوایی علیه مواضع داعش در افغانستان به کار گرفته شد. طی جنگ ویتنام نیروی هوایی آمریکا بمب BLU-82 یا دیزی کارتر را برای استفاده در جنوب شرقی آسیا توسعه داد. پوشش متراکم جنگل یافتن مناطق فرود هلیکوپتر یا مناسب برای استقرار توپخانه را دشوار می‌کرد. راه حل ارتش آمریکا این بود که پاکسازی درختان با استفاده از یک بمب صورت بگیرد. دیزی کارتر بمبی 6800 کیلوگرمی بود. این بمب بسیار بزرگ با طول 360 سانتی‌متر و قطر 140 سانتی‌متر و سنگین وزن قابلیت هم توسط بمب‌افکن‌ها یا هواپیماهای تهاجمی معمولی را نداشت. از این رو پرتاب آن توسط یک هواپیمای ترابری 330 یا هلیکوپتر سیکورسکی CH-54 انجام می‌شد. بمب BLU-82 طی جنگ ویتنام چه در مأموریت پاکسازی جنگل و چه به عنوان یک حمله متعارف علیه نیروهای زمینی و سازه‌ها بارها مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از این بمب 5 بار طی عملیات طوفان صحرا در سال 1991 استفاده شد. در نوامبر سال 2001 در روزهای آغازین درگیری در افغانستان نیروهای ارتش آمریکا برای نابودی اهدافی با دسترسی دشوار چندین بار از بمب‌های دیزی کارتر استفاده کردند. با توجه به عملکرد موفق این بمب، نیروهای هوایی آمریکا توسعه جانشینی برای آن را مد نظر قرار دادند. پس از بکارگیری دیزی کارتر در افغانستان، نیروی هوایی آمریکا ارتقاء سامانه‌های هدایت و کنترل آن را آغاز کرد. این به هواپیماهای حامل اجازه می‌داد تا در ارتفاع بالاتر پرواز کرده، محیط تهدید برای آنها کاهش یافته و همچنین دقت و بقای بمب افزایش یابد. این شرایط امکان استفاده از آن در مجموعه مأموریت‌های بیشتری را فراهم می‌کرد. نتیجه نهایی معرفی مهمات عظیم انفجار هوایی یا به اختصار موئب بود. این یک سلاح نفوذکننده نیست و در درجه نخست یک بمب انفجار هوایی است. به گفته نیروی هوایی آمریکا، بمب هدایت شونده مهمات عظیم انفجار هوایی GBU-43B با 9797 کیلوگرم وزن دارای سامانی موقعیت‌یاب جهانی با هدایت و معماری دقیق برای هدف قرار دادن نیروهای دشمن با هدف ناتوانسازی دائمی آنها میباشد. GBU-43B که اغلب به عنوان مادر همه بمب‌ها شناخته می‌شود به واقع عظیم است. این بمب با 918 سانتی‌متر و قطر 103 سانتی‌متر بزرگترین سلاح متعارف در زرادخانه ارتش آمریکا محسوب می‌شود. پیشرفت‌های فناورانه به معنی آن است که وزن اضافی آن با قدرت بیشتری همراهی می‌شود. قدرت این بمب معادل با انفجار 11 تن TNT عنوان شده است. این بمب نیز برای استفاده در بمب افکن‌ها و هواپیماهای تهاجمی معمولی بسیار بزرگ است. در عوض برای پرتاب آن از هواپیماهای 330 استفاده می شود که اصلاحات لازم برای حمله این بمب در آنها صورت گرفته است. هنگامی که هواپیما از روی هدف عبور می کند، درب بار هواپیما باز شده و این امکان فراهم می شود تا کل بستری که بمب در آن قرار دارد از هواپیما به بیرون پرتاب شود. پس از خروج از هواپیما، این بستر و چترهای نجات جدا می شوند. سپس بمب از سامانه GPS بالهای ثابت و ژیروسکوپ های داخلی برای هدایت خود به سمت هدف استفاده می کنند. بمب پس از رهاسازی 4 بالک مشبک متحرک خود را باز و به سمت نقطه مورد نظر هدایت می شود. این بمب پس از رها شدن و سرعت گرفتن به سرعت فراسود نیز می تواند برسد. سیستم هدایتی بمب شامل هدایت داخلی و هدایت ماهواره‌ای GPS است که مسیر بمب را لحظه به لحظه کنترل و در صورت انحراف به کمک بالک‌های مشبک تسهیل می‌کند.
بالک‌های مشبک کارایی بالایی دارند و نسبت به بالچه‌های معمولی نیروی کشش یا درگ کمتری ایجاد می‌کنند. چالاکی را افزایش داده و مانع از واماندگی بالچه در زاویه حمله شدید می‌شوند. و گشتاور لازم برای حرکت دادن سطح‌های کنترلی را کاهش می‌دهند و می‌توانند از عملگر کوچکتری در بام استفاده کرد. همچنین در جایگاه داخلی جنگ افزار نیز به دلیل اینکه جمع می‌شوند جای کمتری می‌گیرند. این بمب به جای تولید ترکش بر آزادسازی مقدار بسیار بالای انرژی انفجار در منطقه وسیع تمرکز دارد و به خاطر بدنه آلومینیومی نازکش ترکش زایی چندانی ندارد. از این بمب میتوان علیه طیف گسترده از اهداف نرم تا سخت به منظور مهمات ضد نفر، پاکسازی میدانهای مین، پاکسازی ساحل از موانع پیش از پیاده شدن نیروهای خودی در ساحل، پاکسازی منطقه فرود پیش از فرود هلیکوپترها، حمله به اهداف مختلف در مکانهای بسته همچون نیروها و تجهیزات پنهان شده در تونل، دره و غار اشاره کرد. اثر روانی این بمب که پیشتر به آن اشاره شد نیز از دیگر تأثیرهای آن است و بر کسانی که شاهد انفجار بمب از فاصله دور باشند یا اثر آن را ببینند بازخورد منفی خواهد گذاشت. ناگفته نماند مایه بزرگترین بمب در تاریخ است که هدایت ماهواره‌ای دارد. همچنین قوی ترین بمب غیر اتمی آمریکا و قوی ترین بمب غیر اتمی است که تا به امروز به صورت عملیاتی در نبرد به کار رفته است. سر جنگی بیلیو 120 بی این بمب شامل تقریباً 8.5 تن ماده انفجاری H6 با توان انفجار همعرض 11 تن TNT است و به گفته مستند کانال هیستوری پس از انفجار شعاع انفجار یا موج انفجارش بیش از 1.6 کیلومتر است. H6 ماده باثبات است و به ضربه حساسیت پایینی دارد. همچنین گرمازایی بیشتری نسبت به برخی مواد انفجاری دیگر همچون تورپکس دارد. شاید این سوال پیش آید که آیا پرتاب این بمب از هواپیمای 330 به معنی آسیب پذیر بودن حملات با این بمب نیست، زیرا 330 به راحتی قابل کشف و انهدام است. جواب سوال راحت است، زیرا در حال حاضر نیازی به پرتاب این بمب در یک منطقه عملیاتی پرخطر پدافندی نبوده و بدون شک اگر چنین نیازی پیش آید پرتاب آن از هواپیماهای بمب افن نیز در دستور کار قرار گرفته می شود. در ادامه عکس های از این بمب را با هم مشاهده می کنیم. خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید. امیدوارم از دیدن این فیلم آموزشی لذت برده باشید.